کف روستاهای هله و بغداد و نجف و کربلا و بصره رفتن سراغ ائمه جماعت تک تک این مساجد که این مهدی کیه، چجوریه، کجا قایمش کردید، چه میخواد بیاد بیرون؟ صدها نفر در عراق دستگیر شدن از موقعی که امریکایی ها به اونجا آمدن و موضوع بازجویی اینها این بوده که بگو مهدی کجاست. چند وقتی پیش یک سایت اسرائیلی رو بررسی میکنم که در مورد آقا صاحب الزمان مطالبی رو نوشته بود، اصلا تعجب کردم واقعا از تسلط این فرد بر روایات ما. موضوع بحث این سایت حضور 50 زن در 313 یار امام زمان بود. چی میتواند یک حیوان باشه؟ اصلا توی این ماجره این افسانه نارنیا این شیرهی که میاد منجیه. قعده ها دیدن نه، منجی که انسان نباشه تو کت مردم نمیره. یه انسانی معرفی کردن در قالب این فیلم ها. شما میبینید این منجی چشمابیه، اروپاییه، میخواد بگه اگه منجی هم میخواد بیاد بیرون از بین شماها نیست، از آن 5 تن وعده داده شده نیست، اگر هم باشد از جای دیگریست. فیلم ایمورتال 5 نفر از آسمان میان، شبه انسان، انسان خداگونه از آسمان میان، یکیشون زن 4 تاشون مرد، از توی خونه مشکی رنگ مثل کعبه میان بیرون، اون خانمه از پهلو ضربه میخوره. ما چی رو میخواد نشون بده؟ یکی از علما بودم، انسان بسیار شریفی است، حالا شاید راضی نباشه اسمشون رو نمیبرم، برگشت من گفت رایفی، گفتم بله، گفت اگر مردم فهمیدند دردشان نداشتن مهدی است فبها، اگر نفهمیدند خدا آنقدر به درد دوچارشان میکند تا بفهمند که ندارند. برنامه ویژه که بعد از دیداری اسلامی توی فاکس نیوز یکی از پربیننده ترین شبکه های دنیاست گذاشته شد که به مردم غرب تحلیل بده این انتهای بیداری اسلامی میخواد چی بشه. اسلامی داره شرح میده، میگه چی؟ 12 امام، یعنی امام 12، یعنی اون اونجا فهمیده اگه این جریان صحیح اداره بشه به چی منجر خواهد شد. بعضی از خود ما تو داخل 6 و 8 میزنیم. و این قیام الهام گرفته از انقلاب اسلامی ایران میباشه. میگیم بیداری اسلامی که علل خصوص در مصر در جریانه الهام گرفته از ایرانه. اسلامی رو کیاس معرفی میکنه، یعنی بحران. میگه یک آتشی در گرفته، ببینیم هیزومش چیه. میگه امام 12، امام 12. این شروع میکنه دروغ گفتن. یعنی اینا تاریخ اسلام داره برای ما شرح میده. اونها معتقدن که امام 12 سرانجام در آخر زمان خواهد آمد. هنگام 7 سال کابوس و آشوب گسترده و جنگ و مشکلات خواهد بود. اما بزرگترین چیزی که افرادی مثل احمدی نژاد رو از بقیه مسلمان رو متمایز میکنه، چکنون بسیاری از متمایز میکنه، باور دارن که میتونن بازگشت امام 12 رو به تعجیل بیاندازن، یا همان مهدی رو. معادله واقعا ساده است. برای اینکه امام 12 برگرده و یک بهشت اسلامی بیاورد، باید جنگ و آشوب به پا بشود و بسیار بسیار خون ریخته شود. آقا چی اینو قبول داره؟ ببین یه جوری جا میندازه که تو ذهن اون غربی بدبختی که اصلا اسم امام زمان تعالی نشنیده، با خودش میگه اوه چی میخواد بیاد گردن بزنه. عمدن جریان غرب دوست داره امام زمان رو اینطور معرفی کنه. میدونی چرا؟ چون در این صورت با یک عنصر در کتاب مقدس برابری میکنه امام زمان. چی؟ آنتی کرایست، دجال. اونان نشونه های کسی که ضد حضرت مسیحو دارن بهش میگن آنتی کرایست یا دجال خودمون. بعد ویژگی های اون دجال رو به عمد میان منطبق میکنن با امام زمان. این رویه جدید نیست، 1000 ساله دارن این کارو میکنن. یعنی الکی طرف میاد میگه مسلمان شدم، بعد شروع میکنن نقل حدیث کردن، نشونه های دجال میاد که اینا هیچ کدوم سندیات نداره. شیعه عقلانیت داره به سادگی اینو بررسی میکنه، میگه نه خیر، این آدرسی که داره میده غلطه، همچین فلاکی وجود نداره. اومدن اینو جا انداختن. متاسفانه الان بری از بعضی بپرسی همه امام زمان بیاد گردن میزنه. تو فیلم 300 دیدی امام زمان نشون دادن سوار بر اسب سفید اومد با شمشیر گردن یکی رو زد رفت، تا آخر فیلم هم دیگه اینو ندیدیش.
اصلا تمام اون عناصر رو آوردن دارن راه میکنم. یه اثر رسانه اینه، موضوع بحثمون همینه در واقع. ببینید شبکه‌های خبری، فیلم ها، کارتون ها، همه چیش داره اینجا اصلا روی مصداق دارم توضیح میدم. پس وقت احمدی نژاد میگه اللهم عجل ولی یک الفرج، یعنی آشوب بپا کن. اللهم عجل ولی یک الفرج یعنی آشوب بپا کن. اللهم عجل ولی یک الفرج یعنی آشوب بپا کن. ببین اینو چجوری معنی کرد. شاید این سوال پیش بیاد بگن بابا اینا مگه نمیگن مسیح میاد، مگه نمیگن مهدی میاد، مگه نمیدونن این آدم ها ویژن سپیشالن، اینا معجزه دارن، پس چرا ایمان نمیارن؟ پس چرا مگه نمیدونن محکوم به شکستن؟ اینا اعتقادی دارن. یک، میگن 2000 سال پیش منجی آمد، مسیح اومدیم به صلیب بکشیمش، فرار کرد رفت. تا الان 2000 سال گذشته هنوز نه. پس این دفعه هم بیان یه بلای سرشون میاریم برن 2000 سال دیگه. آخه دارن اطمئنن. منتها فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضن، تو دلاشون مرض، خدا مرض زیادتر میکن. اینا چون مبنای فکرشون شیطانیه، میاد قرآن رو میخونه، انجیل رو میخونه، نور اینا میبینه حقیقت رو، اما حقیقت ظلمتش رو بیشتر کنه. این کسایی که میومدن تو اون حج مشرکانه خودشون در زمان پیامبر شرکت میکردن، گوشاشون رو میگرفتن که صدای پیغمبر. ما اگر بتونیم ظهور همین فردا رقم بزنیم، پس فردا رقم بزنیم، بخوام انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، ما نزدیک میبینیم. کسی که نزدیک میبینه خوب میشه، کسی که خوب میشه ظهور نزدیک میکنه.